همکارم شبنم آزار اینجا در استودیو همراه ما شده شبنم تو این خبر رو پیگیری کردی و بررسی کردی اصلی واقعا هواش گرمه همه ای ما میدونیم و اونجا شاید حتی غذای سالم همه برای بعد از چند ساعت فاسد بشه چه جزئیاتی میدونیم از این اتفاقی افتاده و یک نفر هم حتی کشته شده بله ببینید در واقع چهارشنبه هفته گذشته این اتفاق افتاده اما خبر و خبرگزاری اینا دو روز قبل منتشر کرده و این نشون میده که چقدر در واقع این کارگران در شرایطی هستن که حتی به منابع خبری درستی هم دسترسی ندارن که مسئولیت 180 نفر و در واقع فوت یکی از کارگران در تمام یک هفته در بیخبری باقی مانده بوده ماجرا از این قرار بوده که در وعده غذایی که شرکت دونا به عنوان تامین کننده غذای هلدینگ باختر تعمیر میکنه تخم مرغ فاسد وجود داشته و یکی از کارگران به اسم رامین گلستانی بعد از اینکه این غذا رو صرف میکنه و به شهر خودش کازرون برمیگرده متاسفانه اونجا در اثر وضعیت نامطلوب جسمی به بیمارستان منتقل میشه در بیمارستان متاسفانه کلیش از کار میفته و جانش رو از دست میده یک منبع مطلع به ما گفته که آمار رسمی 180 نفر اعلام شده در واقع تعداد مسموم شدگان بیشتر از این عدده الان ده نفر بستری هستن همچنان که دو نفر اصلا شرایط مساعدی ندارن اما این اولین بار نیست که این اتفاق میفته قبلا هم در همین شرکت پتروشیمی اتفاق مشابه افتاد حدود 40 روز قبل که 80 نفر مسموم شدن و پیش از اون جالبه که کارگرا به اداره بهداشت شکایت کرده بودن به خاطر وضعیت غذایی این شرکت و اداره بهداشت هم اومده بود و کیفیت غذا رو تایید کرده بود و بعد از تایید کیفیت غذا توسط اداره بهداشت باز مسمومیت دیگه ای رخ میده بنابراین ما میبینیم که تا چه اندازه وضعیت سلامت و جان کارگران مناطق نفتی برای پیمانکارا پیمانکاران از اهمیت کمی برخورداره ما سالهاست همونطور که میدونی شرد داریم میبینیم که اعتراضات و اعتصابات کارگران پیمانی نفت ادامه داره همین الان 123 شرکت در واقع کارگرانش اعتصاب کردن اعتراض کردن دست از کار میکشن اما با همه اینها پاسخ درخوری نسبت به اعتراضاتشون تا حالا دریافت نکردن خود ما خیلی این پوشش دادیم این خبرهای اعتصابات رو حرفهای زیادی میزنن از شرایط بد آب و هواییشون بارها تصویر داشتیم مطالباتشون چیه خیلی کوتاه اشاره کنیم به یه نکته رو من باید بهش اشاره بکنم که حداقل مطالبهشون حذف پیمانکاران فاسده این چیزیه که در واقع تاثیر اساسی میذاره همین الان یکی از دلایل فوت این کارگر این بوده که شما ببینید حتی وعده غذایی پیمانکاران و کارگران قراردادی با کارگرانی که در کارگران در واقع که قرارداد رسمی دارن با کارگران پیمانی متفاوته ببینید تبعیض تا چه اندازه است که در واقع اونها از غذای با کیفیت پایینتری برخوردار هستن اینها رو بگذار کنار همونطور که خودت اشاره کردی ساعت های طولانی کار یکی دیگه از مطالباتشونه اینه که 14 روز کار کنن و 14 روز استراحت کنن و این چیزیست که تا حالا برآورده نشده و یا بر اساس استانداردهای بین زمانی که دمای هوا از یک حدی بالاتر میره کار رو تعطیل کنن که هیچ کدوم از این مطالبات حالا برآورده نشده ممنون از توضیحات تو همکارم شبنم آذر اینجا در استودیو همراه ما